برنامه را با دو خبر کوتاه ادامه می دهیم. با مشارکت گسترده هنرمندان و حمایت مرکز مطالعات راهبردی نجف اشرف، نمایشگاه هنری الطاف حسینی در این شهر افتتاح شد. شایان ذکر است این نمایشگاه شاهد حضور 50 اثر هنری از جمله نقاشی، خوشنویسی، تزئینات و عکس با حضور 30 هنرمند مرد و زن از استانهای مختلف عراق می باشد. گفتنی است آثار به نمایش در آمده در این نمایشگاه از نظر مضامین و سبک متفاوت است، زیرا ارزش‌ها و مفاهیم انقلاب حسینی را در قالب‌های هنری تجسم می‌دهد که به بازدیدکنندگان این فرصت را می‌دهد تا از صحنه‌های هنری که عظمت حادثه کربلا را جاویدان کردند لذت ببرند. وزارت کشور آلمان صبح روز چهارشنبه اعلام کرد که مرکز اسلامی هامبورگ و سازمان‌های زیرمجموعه‌اش را تعطیل کرده است. به گفته وزارت کشور آلمان، این مراکز اهداف تمامیت‌خواهانه ای را دنبال می‌کردند. گزارش رویترز حاکی از آن است که جستجوی 55 مکان مربوط به مرکز اسلامی هامبورگ در ماه نوامبر زمینه را برای ممنوعیت مرکز اسلامی هامبورگ فراهم کرد. نانسی فیزر وزیر کشور آلمان در این زمینه گفت ما امروز مرکز اسلامی هامبورگ را که شیوه های تمامیت خواهانه ای را ترغیب می کرد تعطیل کردیم. وی در ادامه گفت که این ممنوعیت به معنی ممنوعیت تعالیم صلح‌آمیز مذهب شیعه نیست. گفتنی است که وبسایت مرکز اسلامی هامبورگ در حال حاضر برای عموم در دسترس نیست و مقامات این مرکز به درخواست رویترز برای توضیح پاسخ ندادند.